احمد شاه، همت، محمد امین، امین، احمد نواز، بختیاری، گل رحیم، زیارمل، سید امان الله، سادات و محمد امین قانع، شش رئیس بخش های گوناگون وزارت شهرسازی و اراضی بودند که در سال 1394 هجری خورشیدی به اتهام رشوه ستانی در توزیع آپارتمان ها، اختلاس میلیون ها دلار در برخی از قراردادها و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای به لوی سارنوالی معرفی شده بودند. اما احمد شاه همت، رئیس پیشین شهرسازی کابل، به گفته لوی سارنوالی برائت گرفته است و منابع میگویند که وی در وزارت شهرسازی به کارش ادامه میدهد. افراد بلندتر از رؤسا در سطح معینان و وزرای اسبق شهرسازی نیز در این پرونده متهم هستند، اما پرونده های از اونا به موقع بیطرفانه مورد پیگرد نهادهای عدلی و قضایی قرار نگرفته. متاسفانه تنها همت نیست، به هزاران نفر اینجاست که کل دولت و مبارزه با فساد به صفر یکسان کرد. پسر محمد امین قانع، یکی از متهمانی که در زندان به سر میبرد، از آزادسازی یکی از متهمان این پرونده انتقاد میکند و حکومت را به برخورد دوگانه متهم میسازد. این دوسیه به شکل یک جانبه غیر عادلانه، سیاسی و مافیایی بررسی شده و هیچ گونه عدالت در این در نظر گرفته نشده. وزارت شهرسازی و اراضی در این باره چیزی نمیگوید، اما لوی سارنوالی میگوید که به احمد شاه همت از بهر نبود سندهای کافی برائت دادند و متهمان دیگر این پرونده در زندان به سر میبرند و میلیون ها افغانی جریمه نقدی شدند. در رابطه به خود آقای همت دلایل کافی بس سارنوالا قرار نگرفت، بنا اندوسیه در رابطه به آقای همت حفظ، اما تعداد دیگر اشخاص، افرادی که در قضیه کذب الزامیت کردن، از طرف سارنوالی بله از اونها اقامه دعوا شده و دوسیه محول محکمه گردیده. رسیدگی به تمام قضایا به شکل برابر یکی از اصول بنیادین نزد ما پنداشته میشه. پرونده فساد در ساخت آپارتمان های شهرک خواجه‌رواش و پروژه تهیه مسکن در وزارت شهرسازی و اراضی پس از پرونده کابل بانک دومین پرونده بزرگ فساد در حکومت وحدت ملی بود. اما نهادهای ناظر میگویند که این پرونده به گونه درست رسیدگی نشده است.